خب گر نبودی در جهان امکان گفت که توانستی گل معنا شکفت. عرض ادب دارم خدمت شما همگنان بینندگان تلویزیون ایران فردا در لندن. بار گذشته گفتگو جالبی داشتیم با آقای علی لیمنادی، مدیر تلویزیون ایرانیان، 30 اندی سال در همین لس آنجلس فعال بود، برنامه‌اش روی آنتن، و بعد این برنامه منتقل شد به تلویزیون ایران فردا که حالا هر هفته مشاهده میکنیم. آقای لیمنادی کتابی رو منتشر کردن به نام تلاش 100 ساله ملت ایران. مطمئنم که وقتی عنوان کتاب رو میخونید متوجه میشید تلاش در جهت چی، به خاطر چی، در پی چه هدفی. همه ما میدونیم اسمش 5 حرفیست: آزادی. یعنی 100 سال ایرانی در پی آزادی هست، اما هنوز متاسفانه این عنصر محبوب جامعه ایرانی به چنگ اونها نیامده. یعنی تماکان این تلاش ادامه داره. در این تلاش 100 اندی سال ایرانی ها تجربیات گران اندوختن، درگیری های بزرگ، چالش های عظیم، چالش های تاریخی بیشتر، از هم سوا شدن، در برابر هم ایستادن، نیروهای جنایی تشکیل شد، فراجنایی، ولی بالاخره امروز روز دیگه همه متفقن به این نتیجه رسیدن که آقا در مورد مسائل اون چی که در ایران رخ داده قطعا و حتما دولت‌های خارجی بی اثر نبودن، نقش اونها خیلی مهمه، اما نقش خود ما خیلی مهمتر از اونهاست. به قول لنین تا عنصر داخلی فراهم نباشه نیروی خارجی نمیتونه اثرگذار باشه. با همین تئوری بود که لنین سوار قطار آلمان‌ها شد و راهی روسی تا این قد. یعنی بنابراین نقش عناصر داخلی سرنوشت سازه، سرنوشت ساز. یعنی که امروز همه ما کنار هم نشستیم و دوباره داریم گذشته رو برانداز میکنیم، فاصله هم گرفتیم، در چه دیدن منظر کوهستان به نظرم ساده تر شده. حالا میتونیم تمام این انحناهای کوهستان رو ببینیم. تا زمانی که درونش بودیم خب مشاهده شکل و هیئت کوهستان برامون دشوار بود، امروز دیگه چندان دشوار نیست. آقای لیمنادی کاری که انجام داده از دیرباز اینه که به این شهر اون شهر سفر میکرد، در کشورهای مختلف اروپایی با ایرانیان تبعیدی از بزرگ علوی گرفته در آلمان شرقی در دانشگاه هومبولد تا بگیرید آقای محجوب محمد جعفر، یکی از برجستگان فرهنگی ما که در خیابان راسپای زندگی میکرد در پاریس، شاپور بختیار به عنوان یک سیاستمدار در نزدیکی شهر پاریس در بانلیو، نمیدونم با بقیه، آقای نوریزاده بوده در لندن بوده، آقای ماشاءالله آجودانی بوده، ابراهیم یزدی بوده، آقای فرهنگ اولاکویی بوده، جمال زاده بوده با 106 سال سن در سوئیس ساحل چپ در جاچه لمان. علی مدی خوش آمدید. منم خوشحالم یک بار در خدمتتون هستم. چقدر برنامه جالب بود. هفته گذشته رسیدی به اونجایی که شما به ایران آمدی، تو چندین فیلم گرفتید، فیلمایی که قرار تهیه بکنن جلو با شرکت نفت فیلمی تهیه کردی، فیلم مستند یا فیلم مستند آگاهی دهنده، حالا در خدمت وزارت کشاورزی هستی. تو کشاورزی هم یک اوردر بر یک سفارش فیلم چه سالی بودی یادتونه؟ دقیقاً یک سال قبل از انقلاب. یعنی سالای خوب بوده دیگه، سالای خوب، سالای خوب بود، بسیار خوب. واقعیت چی بود؟ برخورد حکومت با روستاییان برخورد که بسیار خوب بود. یعنی واقعا شما سازندگی رو به راحتی میدیدید، ولی همونطور که الان اشاره کردید با فاصله‌ای که ما با کوه پیدا کردیم بهتر میتونیم ببینیم. الان نگاه میکنیم ببینید اتفاقاتی افتاده بود مثل آبی که سرازیر شده و شما نمیتونید دیگه جلوش رو بگیرید. یعنی روستایان در آن زمان تعداد زیادیشون وارد شهرها شده بودن. خود شما که تصدیق خوب شده بود، یعنی باز زمین ها قیمت پیدا کرده بودن، آمده بودن به شهر، توجه کردیم. و اگر که حتما خوب واقف هستین شما، در روزهای انقلاب شما تعداد زیادی از روستاییان رو میدیدید تو خیابونا. بله در خیابونا بخبر شما قبلا نبودن، توجه کردید. بعد به هر حال یه عده زیادی از اینها وارد شهرها شده بودن، این در همه جای تاریخ آمده. نهایتا حکومت تازه شروع کرده بود که اینا رو بازگردونه به محل خودشون، به روستای خودشون. یعنی به کسی که یک سنت هم، یک ریال هم در جیبش نیست وام میدادن تراکتور بخره. توجه کرد و این کامباین تراکتور بعد تمام وسایل رو راحت به طور واقعی بود، به طور واقعی دکور نبود، واقعی دکور جای دیگه بود. حالا خدمت عرض می‌کنم به هر حال
این فیلم آموزشی بود برای مثال که اینا یاد بگیرن چگونه باید برن به اداره، بله، اداره کشاورزی تقاضا کنن و هیچ لازم نیست پولی چیز، فقط زمینشون مشخص کنن چیکار میخوان بکنن، یک یا دو تراکتور بگیرن و وسایلشون رو و پول کافی هم بهشون میدادن. ولی گفتم بعدها ما دیدیم یه قدر دیر شد برای این کار. اما موقعی که فیلم حاضر شد، اون جنبه‌ای که میخواستم عرض کنم، موقعی که فیلم حاضر شد و خیلی هم خوششون اومد، من نمی‌دونستم که آقای هویدا باید ببینه اینو، چون جزء پروژه‌ای بود که برای سازندگی، گفتن عالی بود، همه نشستیم ایشون هم پیپشو میکشید، گفت آقا این آخرش فقط یاد خوب نیست، آخرش این فرد صاحب تراکتورشو سوار تراکتور شده اومده بوده، بهتر آخرش 100 تا تراکتور نشون بده. به من زنگ زد گفت آیزم 100 تا تراکتور، آخه یک نفر که از اول فیلم تا آخر بوده با بدبختی اومده وام گرفته یک تراکتور، این مسائلی که در ایران بود جنبه تبلیغاتی. بالاخره دو بار صحبت گفت آقا ممکنه من با ایشون صحبت کنم، چندین بار زنگ زدم توسط دایی خودم که میشناسید، علی اکبر خیرخواه که روزنامه نگار معروف بود، تونستم با آقای هویدا صحبت کنم، گفت نه خیلی عالی بود این اینو بذارید این تا، گفتم اصلا از کجا بذارید شما 100 تا تراکتور من بدید من جاشو تعیین کنم در این بیابانی بیان رو به دوربین چشم، گفتم بعد باش، گفت حالا پس 5 6 تاش بکنید. خلاصه می‌خواستم بگم این جنبه تبلیغاتی که یعنی طرف رو مبالغه بود، مبالغه بود توجه کردیم، ولی عملی نبود، مثلا آدم بعدن با موضوع نمیخورد. ولی خب مهم اون محل فیلم برداری کجا بود، کجا کدوم دهات؟ من خودم رفتم اطراف با هلیکوپتر ژاندارمری، البته در اختیارم گذاشتن، تمام شهرها رو گشتم، اطراف اصفهان رو انتخاب کردم. بله، شهرزا و اینا، شهرکی نخر، شهرکی به نام فلاور جان، فلاور جان 3 کیلومتر 40 کیلومتر برتر بود، کنار زاینده رود، یک دهی بود، اون ده جوی آبی داشت که برعکس زاینده رود میرفت، خیلی جالب، مسیر خلاف، مسیر خلاف شده. و اون ده خیلی آباد بود، موقعی که اونجا اون کپ خدا سه تعداد جمعیت داشت، یه چیز حدود 200 نفر، ولی ولی ازشون خوب بود. برای منی که از فرنگ اومده بودم، همیشه یه پام در آلمان بود و در تهران کار میکردم، در آلمان چون من دو طرفه همیشه بودم، برای من جالب بود که تمام اون چهار تا کوچه همه نام داشت، پلاک داشت، خونه‌های نیمه خرابه همه پلاک داشت. عجب. اون جریانی که راه افتاد بود برای دانشجو این حرفا، دانشجوها می اومدن به روستاها و اونجا رو قدیم مدرن می‌کردن، سپاهیان دانش، بله، سپاهیان اثر داشت، بله، شما به وضوح می‌دیدید آقا اصلا یه فرمی داره پیاده میشه، آره، کیف می‌کردی واقعا، خوش آمد. دخترم بود تو بین سپاهیان، بله، دختر پسر، بله بله، دختر و پسر بود و اینا خیلی به ما کمک کردن و ده خدا منزل خودشو در اختیار ما گذاشت و جالب بود دیگه. و چه من 17 تا هنرپیشه داشتم که اینا رو از خیابان لاله‌زار انتخاب کردم، از هنرپیشه های اونجا و تا بالم از این کارا نکرده بودم، با حق و زحمت خیلی خوبی. مدتی که موندید اونجا چقدر؟ ما اونجا سه هفته موندیم، سه هفته موندیم. آخر سری خیلی داشتیم به اشکال برمیخوردیم دیگه، چون اون خانم کت خدا آمد گفت آقا این شبا خانم کت خدا زن بود، کت خدا، بله بله، کت خدا زن بود، آدم روشنی هم بود، این مردم انتخابش کرده بود، بله دیگه، اصلا شما تمدن در اونجا میدیدید، خیلی کنار و ده بعدی به من گفتن همشون باهایی هستن. یک بار من با جیب خودم رفتم اونجا، شبیه من شما بودن، ولی اینا میدونستم اونا باهایی هستن، هیچ مسئله هم نبود، اصلا مشکلی نبود. چقدر جالب، بسیار برای من جذاب بود. نه ولی اون خانم شبای آخر اومد گفت آقا این دوستان شما پشت سر یک دنیا شبا اینجا بو بلند میشه، مواد عادت داشتن از لاله زار عیاشی دوستان، گفتم خانم دو سه روز طاقت بیار، من اونو به من یکی یاد داد، گفت شما بهش بگو دو سه روز طاقت بیار، توجه کردی؟ الان هم گهگداری که پیش میاد، مسئله پیش میاد، یاد گرفتم که یکی طاقت باید بیاری. آی نیمونه شما که دهات ایران رو دیدید، اونم کجا؟ در درست مرکز ایران، نزدیک زاینده بود، در یک شب زندگی کردی، فیلم تهیه کردی، واقعا اگر حالا انقلاب نشده بود اون وضعیت امتداد پیدا میکرد به طور طبیعی، 100 درصد تا به اینجا. ما کجا بودیم حالا؟ خیلی جلو، ما خیلی جلو، شک خیلی جلوتر از ترکیه، توجه کردی؟ و کره ها، بعد و کره هم به احتمال زیاد، بله، آقای دکتر علمداری که جامعه شناسی تحقیق میکرد گفت کره اون موقع از ما قدری عقب‌تر بود که الان چند صد برابر جلو رفته و ما با اون سرعتی که داشتیم، ایشون در کتابش آورده چندین برابر از کره، یعنی می‌دونید کجا بودیم؟ امروز کره کجاست؟ چه اتومبیلای می‌سازه؟ و ما شروع کرده بودیم. کره به خاطر هم هست که ما مقام اقتصادیمون در جا 16 بود، کره 17، الان مقام ما 27 به نسبت تا ترکیه، الان کره که رفته جلو دیگه. الان میدونی که از نظر خلاقیت های صنعتی
یعنی میزان اختراعات یا کارهای نوآوری هایی که در صنعت انجام میگیره، میدونی کره شماره یک دنیاست. بله. حتی جلوتر از ژاپن، جلوتر از آمریکاست. بله. حتی جلوتر از شماره یک دنیاست. بله. از نظر نوآوری های سرپ. خب اونا چیزای دست و پاگیر مثل مصب و اینا رو نداشتن. شما بگم این مسئله است که امروز ما دست نه فقط ما، تمام کشورهایی که دور و بر ما هستند گریبان. خب اون دین که شما بود از نظر مذهبی چجوری بود؟ بسیار آزاد بود. اصلا آزاد نبود. آزاد منش. اصلا گفتم کاری نداشتن. اصلا کاری نداشتن. اصلا ما ندیدیم که یه نماز بخونه، کاری بکنه. اصلا خیلی علتش هم بیشتر این جوانایی بود که اومده بودن سپاهی ها. سپاهی ها بله خیلی مهم بوده. سپاهی ها خیلی نقش مهمی داشتن. بچه های شهری بودن بیشتر. البته ممکن بعض جام یه شهری نباشه، ولی اینا بچه های شهری بودن. یادم یکیشون از رشت اومده بود. بچه های روشن. و درست خاطرم از اونجا ما شنیدیم که فردا شب مسابقه بزرگ بوکس جهان بین کلی و اون رقیبش و گفتیم آقا ما باید تماشا کنیم. خب. برق هم داشتن، تلویزیون نبود. یک نفر از اصفهان یک تلویزیون کرایه کرد آورد گذاشت و نشستیم مسابقه کلی رو دیدیم. خاطرات اون روزها در اون ده بود. ولی اطراف ایران واقعا بسیار دلنشینه، بسیار زیباست. هموطنان خیلی ماهی داریم. موقعی که من در راه میمدم دیدم یه پیرمردی داره اینطور بین اصفهان و تهران داره لنگال لنگال را میره، ترمز کردم رفتم گفتم بده چی کار میتونم بکنم. گفت منو برسونی به دهم. نشوندم گفتم، گفت این پای من دیگه نمیکشه. من رسوندمش در خونش، خانواده اومدن حاجی واج مونده بود. گفتم گفت پای من دیگه نمیکشه، 80 سالمه. اینو من و شما باید حس بکنیم. اگر یادش بیاد برام اصلا تقدیم به اون پیرمرد نمیدونم کجا دقیقا. به روح بزرگش اگه نیست. آقا لیمونو دید چی احساس کردی که دیگه نمیشه، نمیتونی تحمل بکنی و ایران رو ترک کرده؟ من تا دو ماه قبل از انقلاب کار میکردم. تو دو ماه قبل از انقلاب؟ بله، تا دو ماه قبل از انقلاب یک سفارشی داشتم برای کفش گابر. یعنی تو آذر تو ایران بودی؟ بله بله. نمیشناختین شما گابر؟ شرکت بزرگ کفاشی در آلمان، بسیار بزرگ، در روزنهایم نزدیک مونیخ. خب. آقای ایروانی باشون شرکت داشتن و هر سال کفشای گابر رو می آوردن به ایران. و یعنی ایروانی تو آلمان هم سرمایه‌گذاری کرده؟ بله سرمایه‌گذاری کرده بود. توجه کردید من ایشونو بعدم در اروپا دیدم و من برای اینکه فیلم ها 35-6 تا فیلم براشون ساختم و اصولا اینا رو من حالا اگه لازم باشه یکیشو براش میشه. من فیلم ها رو در 3-4 کشور میساختم. شما در نظر بگین چون داریم پس فیلم ها رو شما ببینید آیه ببینید چون راجع فضای اون موقع ایران بگیم بره. یکی 2-3 سال قبل از انقلاب فیلمی که من میساختم که در سراسر ایران پخش میشد، اون فیلم تبلیغاتی 30 ثانیه رو آی می بودیم من در 4-5 کشور اروپایی ضبط میکردم و ایران. یعنی مدل هایی که کفش رو پرزنت میکردن در انگلیس، در پاریس، در آلمان و در ضمن در کنار شهیاد همه با هم میکس میکردم. اصلا یه فضای مدرنیست این فیلم رو یه آن نگاه کنید شما الان متوجه میشید چه فضایی. اطمان ممنون میشم اگه امیر جا این یه تکه از فیلم رو با هم میبینیم. هم میانونم از کارهای آقای لیمونادی در اون زمان به خاطر هم از که آقای ایروانی که مدیر همین کفش ملی بود و خب فروشی داشت، صادرات هم صادرات عظیمی کفش. این بعدن متهمش کردن به اینکه پولهای کلانی دزدیده و چه اعلامیه‌های دروغ. این اومد به خارج و مدت‌ها در اینجا بود و خبردار شد که کارخونه‌اش داره یکی یکی ورشکست میشه. نامه ای رسمی نوشت با آقای خامنه‌ای که آقا من خودم میام اینجا رو اداره میکنم، هیچ چی هم نمیخوام، نجات میدم. دیگه نمیدونم بهش جواب دادن یا نه، ظاهرا مثل که جواب نشون. بعدا رفتم به قاهره، در اونجا یک کفش رو انداختن، یک کارخونه کفش. بله رفت به قاهره. بله در اونجا کار رو، چون ببینید یه آدم فعال بود، اکتیو بود، نمیتونست بنشینه. بله مثل خیامی. بله مثل خیامی. چند سالی در اونجا این کار. مرد بسیار شریفی بود. و چون شما سوالات درونی میکنید، یعنی جزئیات رو میخواید بدونید، من با کارگران اونجا هم خیلی آشنایی پیدا کردم. کارگر خود کارخونه؟ بله، چون یه چیز حدود 900 خورده کارگر داشت در کنار تهران نزدیکای کرج یادم هست. خب. که اونجا موقع که میرفتیم مثلا من متوجه شدم که جالبه برای ما که آقای ایروانی برای یکی از دخترهایی که کارگرش بوده و با پسری دوست شده یک عروسی بزرگ 100,000 تومانی گرفته. و بعد شنیدم که دستور داده به یک پسری که بعد تو این دختر رو بگیری، یه دختر دیگر رو. یعنی عجب. اصلا پدر خانواده بود، یه حالت سازندگی و بزرگی در وجناتش بود. توجه کردید؟ و کارگراش وحشتناک دوست داشت. یکی آقای اولیایی هم میگفت که ایشون حتی مثلا میدونم که 16 بچه زیر سرپرستی شدن که همه پزشک شدن، دکتر شدن، مهندس شدن. آره اینم بود الان کهش گفتید یادم اومد. افراد سازنده بس نگاه میکنی ؟
گبار تا به پای شیک پوشان جهان با گبار گبار کفش مد اروپا گبار کفش مد کفش خانم های جوان گبار طرح‌ها و رنگ‌های دلپذیر خود را با آخرین جلوه‌های مد اروپا هماهنگ می‌سازد. گبار منحصراً در فروشگاه‌های کفش ملی. خب فوق‌العاده، فوق‌العاده، فوق‌العاده. خب پس شما دو ماه مونده به ناچار شد ایران رو ترک کنید. بله ولی خب خاطره بدی نیست. فکر که سر رو بشین اون پیدا شما فکر نمی‌کردید هیچ کس فکر نمی‌کرد. هیچ کس اصلا یه همچین فضایی نبود. ارتش 400 هزار نفره و اون ضوابطی که وجود داشت. من اولین بار چیز ناخوشایندی که حس کردم یک فیلم تبلیغاتی بسیار سنگینی گرفته بودم برای آقای شفیق. شوهر سابق خانم اشرف پهلوی ایشون با اینکه اعتبارات ایران داشتن تمام کاراشون رو به من داده بودن و برای تراولر چک من در سطح جهانی بعد تبلیغ میکردم حتی در خارج از کشور به زبان آلمانی به زبان انگلیسی فیلم ساختم برای فروش تراولر چک ایرانی. عجب. بله پسر آقای شفیق بود. این شهرام شفیق پسر والا عزت اشرف فرزند اون شفیق درسته؟ و اونجا ما یک فیلم برای ترابل چک بانک اعتبارات ایران که هر ایرانی میخواد بره خارج میتونه عوض پول این ترابل چک رو با خودش ببره و من این رو ساخته بودم در 4 کشور مطابق معمول و داشت پخش میشد. هفته سوم چون همیشه قبل از اخبار که ثابتی مانی ساعت 8 شب پخش میکرد چند دقیقه قبل از اون فیلم ها اکثرا مال من بود شاید خنده‌آور مثلا 20 دقیقه اگر اونجا برنامه میرفت 19 دقیقش ساخته من بود به هر دلیل آدم پرکاری بودم ولی به یک بار دیدم که پخش نمیشه. فردا شب دیدم اصلا یادم تبلیغات دیگه هم ضعیف شده ولی فیلم ما که با این زحمت و با این گرونی تهیه کردیم در 4 کشور اینا زنگ زدم به یکی از دوستان تحقیق کرد گفت بله اولیا حضرت گفتن که آقا اینو بهتر پخش نکن. چرا در چرا گفتن در این فضا یک ماه و نیم قبل از انقلاب در این فضا این خانم هنرپیشه میگم گفت من هر سال برای خرید به اروپا میام تو این فضای مملکت راست میگم و با ترابل چکای بانک اعتباری ایران در کشورهای مختلف من این فیلم الان نشون میدم ببینید شما داری؟ بله بله این فیلم الان نگاه کنید. بله شما ایرانی هستید؟ بله. در اروپا چی کار میکنید؟ من هر سال برای خرید به اروپا میام و تجربه زیادی در این کار پیدا کردم. بهترین کاری که میکنم اول از بانک اعتبارات ایران تراولر چک میخرم. هیچ وقت یادم نمیره که در بانک اعتبارات ایران به من گفتن تراولر چک پول نقدیه که هیچ وقت گم نمیشه. بانک اعتبارات ایران تنها یک بانک معمولی نیست. بانک اعتبارات ایران دوست و مشاور شما. بله به هر حال این تراول چک که هر سال ایرانی ها شعبانو بوده. بله شعبانو گفتم بله بهتره که این دیگه پخش نشه. یک فیلم دیگه هم داشتم که یادم در یونان گرفته بودم برای باز کمپانی اروپایی که در ایران خیلی جنس می‌فروختم. بعد نیست بدونید مثلا سیگار وینستون یا کوداک یا اینا همه کسانی بودن که من براشون در ایران کار می‌کردم. از سیگار وینستون؟ بله بله. سیگار وینستون از کجا میومد؟ از آمریکا. از اون مستقیم از آمریکا. بله معلومه. توجه کردید؟ اون قیمت ارزون کولگیت و فلان اصلا اینا تمام اصلا ایران در یک رشد شما حتما می‌دیدید در تلویزیون رشد استثنایی در ایران بود. یادم است که یه فیلم دیگه هم داشتم برای بیکینی اونو کجا همیشه پخش میکرد در یونان گرفته بودم باز پخش میشد اونم یهو دیدم که مدتیش پخش نشده باز زنگ زدم چون من که با تلویزیون همکاری داشتم گفتم آقا این فیلم چطور شد حالا اون فیلم متأسفانه نمونهشو ندارم گفتن چون شما ناف نشون میدادید ممنون بله بله روحانیت اعتراض کرد آقا این لختی بود کجاش لختی بود سینه و بدن که روحانیت اعتراض بله من اونجا میخوام اشاره کنم متوجه شدم یه نیروی
در کشور داره رشد میکنه که مثلا از رشدی هم به هر حال دیدم که این داره رشد میکنه و به یک بار قطع شد. بعد نیست بدونید که یک ماه و نیم قبل از انقلاب اصلا پخش تبلیغات در تلویزیون قطع شد. شما موقع ایران بودید؟ بله بله، برنامه داشتم در تلویزیون. بله اون موقع برنامه داشتم و همه کارها به این ترتیب به خاطر هم هست متاسفانه. بله یه فضایی گرفته بود دیگه، همه احساس میکردن که از همه نظر وضع مملکت خوبه، وضع مالی مردم خوبه، مشکلی نیست، اقتصادم که خوبه، رشد اقتصادی 11% داریم که ایران شده و محسود خیلی از کشورها مورد حسادت. همه احساس میکردن خب مذهب یک کمی بعضش ناجوره، چه عیبی داره؟ یک کمی که مذهبم اگه تقویت بشه دیگه مملکت نور الان. تقریبا همه همین استدلال داشتن، کاملا درست میگفتن اگر یک کمی این جنبه معنوی مردم بهتر بشه بده. من گفتم نه بد نیست، ولی این کار شما نیست، کار خود مردم خودشون باید شما اقتصادی اشاره کردید. من به یک بار یک سفارش خاصی داشتم برای یک فیلم 15 ثانیه، میدونید یعنی رشد در کشور طوری بود که زمان دیگه خیلی ارزش پیدا کرد. 15 ثانیه. خب من در سر چی بود؟ راجب چی بود؟ 15 ثانیه راجب ریال. این فیلم رنگی من تهیه کردم، بسیار جذاب بود، متاسفانه از ایران نتونستم بیارم، ولی کپی کار این پیدا شد. کپی کار که میدونی چه؟ کپی اولی که سیاسفیده. این کپی سیاسفیده رو من دارم الان نشون میدم، یه آن نگاه کنید شما. نجا نگاه کنید. ریال یک پول بین المللی است. ریال های خود را در بانک اعتبارات ایران پس انداز کنید. شما تمام نمونه های از فرانک توجه کردید، فرانک، دلار، همه چی رو می‌بینید در فیلم مشاهده کردین، ولی در بانک اعتبارات ایران پسنداز کنید. یعنی شما می‌دیدید که پولتون به راحتی می‌تونه تبدیل به مارک بشه، به فرانک بشه، به دلار بشه. در این 15 ثانیه مردم رو داشتن میآموختن بهشون که آقا شما دیگه در صحنه جهانی هستید، میتونید به کشورهای خارجی برید خرید کنید، چون میدونید رشد اقتصادی واقعا در اوج بود. به هر حال حالا منم مثل بعضی‌های میبودی یو بعضی وقتا به شک میفتم، میگم چه دستهایی در کار بود که مایل نبودن ایران بیشتر از این رشد کنه. دستهایی بود ولی خود ما مقصر بودیم. در درجه اول بپذیریم، همه ما باید در درجه اول باید قبول مسئولیت بکنیم. همین یه مشکلی که هست مثلا حالا سر این مجموعه مصاحبه آقای لیمونادی که خیلی خوب بالاخره سهمی داشتن در این وضع، در دگرگونیه. وقتی بهشون گفتگو میکنید کمتر حاضرن قبول بکنن مسئولیت. اگه روزی روزگاری همه ما به این مرحله یا به این جایگاه فکری برسیم که اگر اشتباه کردیم قبول بکنیم، قبول مسئولیت بکنیم، با صدای بلند اعلام بکنیم که خیلی ها کردن، خیلی از روشن فکران ما کردن که همه چهره های شاخص هم مثل اسماعیل خویی، این مجموعه شخصیت هایی که شما اظهار نظراتشون خوندید، خیلی کمک میکنه به این که همه به طور دست جمعی چاره جویی کنیم در آینده. آقای چی کار باید بکنیم؟ دکتر عزت الله همایون فر که خوب میشناسه، تاریخ شناس، ایشون مدتی هم تدریس میکرده تاریخ تو به اعلی حضرت در سالهای اول نوجوانی. بهترین مصاحبه رو من با ایشون داشتم و ایراد زیادی میگرفتم به اشتباهاتی که شده بود. من به ایشون گفتم در مصاحبه، در کتاب هست، ویدیوش هم هست، گفتم خب شما امروز این اشتباهات رو انقدر روش تاکید میکنید، چگونه اون موقع چی نمیگفتی؟ گفت آقای لیمت اون موقع من اون طرف میز بودم، شما فلش میزدید دوربیناتون و من مواظب ریخت خودم بودم و درست نشستم خودم. حالا که اومدم این طرف میز مثل شما دارم میبینم که آقا چی شده، کی زده، چی برده، چرا به این روز افتادیم، ولی چون اونور میز بودیم فلش میخورد نمیدیدیم. خب یه واقعیتیست دیگه. این یا مثلا بعضی هست که واقعا تو طول این سالها ببینید تمام تلاششونی کرد یک کار خودشون رو انجام بدن. نوریزاده یک نمونه شده. بله 30 ساله اینا از پای ننشستن، چه سختی ها، چه مرارت ها، چه تهمت ها، چه پرونده سازی هایی رو تحمل کردن، معذره که هنوز قرص و محکم وایستن، چون میدونن این تنها راه، راه دوم وجود نداره. اصلا ما میتونیم بیرون خونه نشین بشیم، کاری نداره، ول کنیم. شما خودتون نمونه این هستید. تهمت ها برای من تیتر بزرگ روزنامه نوشتن که چک آقای خمینی را در جیب لیمونادی دیدید. خب حالا آقای خمینی کی چک می نوشه که تو جیب من بود؟ با کیا مصاحبه کردید؟ باش کنم با دونه دونه خودت اعلام بکنم. این مصاحباتی که من کردم توی از که 5 سال قبل از 100 سالگرد
انقلاب مشروطه شروع کردم. فکر میکردم 4-5 ساله تموم میشه ولی 10 سال طول کشید. بیش از 100 تن رو من مصاحبه کردم. 100 نفر. بله. در جالب. دیدم که این اولا در یک جلد پیاده نمیشه، در دو جلد بعد پیاده میشه. بله. در کتاب من جلد اول رو چاپ کردم، دومم در آغاز سال. اسامی رو بگید لطفا. ببینید مثلا از رو الفبا میگم چون آقای دکتر ماشاءالله آجودانی که میشه لندن بود. بله در لندن. آقای امیر فرشاد ابراهیمی که از انصار حزب الله ولی پسر یک سرهنگ. کجا سردار امیر فرشاد؟ در آلمانه. در آلمانه. بله. بعد بعد شما میرسن آقای دکتر امیر اصلان افشار، یکی از فرهیختگان دیپلماتای ایرانی هستند. ایشون در جنوب فرانسه. بله بله. آقای مصطفی علموتی که میشناسید. بله در لندن. دکتر شاپور بختیار که گفتن در پاریس در رابطه با همین آزادی باشیم. آقای دکتر رضا براهنی. بله در کانادا در تورنتو. خانم نسرین بصیری. توجه روزنامه. بعد روزنامه‌نگاری که با لوموند کار میکرد. الان همسر آقای برومند. در دقیقاً آقای احمد بنی احمد و محسن پزشکپور. نماینده مجلس هر دو در پاریس فکر میکنم میشناخت. الان آقای... در گذشتن. بله هر دو. هر دو در. بله. آقای اسماعیل پوروالی. در لندن. در برای روزنامه نگار. در گذشته شادمان. بله در پاریس بودن موقع من مصاحبه کردم. پاریس بله. بله. دکتر نگره توحیدی میشناسین. آقای منوچهر ثابتیان. میشتاختید از سران کنفدراسیون در گذشتن چند مدت پیش در لندن من شما بله. بخوام بخونیم اکثرا بعد بگیم در گذشتن تیمسار فریدون جم بله در لندن بله در ارتباط با همین که داماد پادشاه بله داماد رضا شاه بودن بله. دکتر نصرالله جهانشالو افشار معاون پیشه‌وری بله. یکی از شخصیت‌های بله. متنفذ حزب توده آقای علی اصغر حاس جوادی که در پاریس هستن در پاریس هستن آقای مهدی خان بابا تهرانی که در آلمان هستن بله. مهدی خان بابا بله. بله. دکتر مهداد خونساری که در لندن هست پرویز دستمالچی که در پاریس در لندن در برلین در برلین که در واقع میکنوس بعد آقای جعفر رائد آقای جعفر که در گذشتن در لندن بله در لندن همکار آقای نوری زاده بله سفیر شاه در عربستان بودن آیت الله سید مهدی روحانی که در پاریس بودن در گذشتن رهبر شیعیان اروپا بله آقای اردشیر زاهدی که در سوئیس زندگی میکنن آقای محسن سازگارا که در واشنگتن دی سی هستن بله علی اکبر سعیدی سیرجانی آخه در لس آنجلس متاسفم آقای میبودی من یه فیلمی دیدم چون دارم مرور میکنم آرشیو خودم رو برای بله. کوچه ایرانیان برای بله. همین برنامه بله. مشترکی بله. که ما داریم دیدم متاسفانه هفته اولی که ایشون آمد به لس آنجلس یه عده 500-600 نفری در لس آنجلس تظاهراتی علیه ایشون کردن و تیت زده بودن که ایشون اعدام باید کرد فکرشو شما بگو گفتن مأمور رفسنجانی بله بله اینا همه جزء وقایع جزء وقایع درسته دکتر ناصر طهماسبی اگر بشناسید بله ایشون فعال سیاسی است در واشنگتن آقای علی نقی علی خانی بله از شخصیت های برجسته اقتصادی آمریکا بله دکتر شاهین فاطمی بله در پاریس هم رئیس بله. مدرسه آمریکایی شادروان عبدالرحمن قاسملو بله رهبر حزب بله. دموکرات کردستان بله. شادروان بله. که در کشته شدن ترور بله. شدن مهدی قاسمی در واشنگتن دی سی بله. از مفسران و تحلیلگران ایران بله آقای دکتر کاظم کردوانی آقای کردوانی هم از بله. شخصیت های برجسته سیاسی بله. ما هستن کردوانی الان کجا زندگی میکنه در برلن آقای دکتر احمد کریمی حکاک آقای کریمی حکاک که در همین آمریکا در بله. دانشگاه تدریس بله. میکنه آقای علی کشگر رهبر فدایان خلق در اقلیت. پاریس هستن بله. از آقای دکتر حسین لاجوردی آقای لاجوردی بله. هم که در پاریس هستن انجمن متخصصان بله. شادروان دکتر مهداد مشایخی که در آقای در گذشته متاسفانه در واشنگتن بودن آقای غفور میزرایی آقای که در لس آنجلس هستن دکتر عباس میلانی که در استانفورد هستن استاد دانشگاه دکتر احسان نراقی که در پاریس بودن و در گذشتن متاسفانه شادروان نراقی دکتر حسن نزی و ایشون هم در گذشتن در پاریس بودن آخرین وزیر نفت و دوره بازرگان مرتضی نگاهی روزنامه نگار مرتضی نگاهی که در همین کالیفرنیا هستن روزنامه نگار سرشناس فرخ نگهدار در لندن هستن از رهبران فدایان بله اکثر دکتر علیرضا نوریزاده عزیز ما دوستان نازنین ما در لندن آخرینش آقای اسماعیل نوریالا آقای دکتر نوریالا هم که هفته با ما بودند و در دنور زندگی میکنن بله برای خانم شکوه میرزا خیلی فوق العاده در جلد دوم هستن خانم میرزا به هر حال شما این 45 تن که در این کتاب هستن موقعی که انسان مطالعه میکنه قصدم تبلیغ نیست واقعا انسان صاحب نظر میشه که از مجموعه اینها خودش یک دید خاصی پیدا میکنه برست. که همون چیزی که در آغاز عرض کردم برست. که هنوز کاملا برای کشور ما من و شما زوده
توجه کردیم کاملا. ادامه میدیم گفتگو با آقای علی لیمونادی رو. به هر حال همینان هم توی این اتاق هستید، از یه دریچه بیرون رو نگاه نکنید، هر کدام از اینا یه دریچه هست، همه دریچه ها رو باز بکنید و متوجه میشید که منظر بیرون چه ابعادی داره، چه شکلی، چه هیئتی و چه وضعی داره. خداحافظ امیر جان، خیلی سپاسگزارم از کارگردانی برنامه علی لیمونادی. چقدر برنامه جالب بود، خیلی ممنونم از اطلاعاتی که دادی. خوش آمدید.